بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه امروز هیئت وزیران ابتدا گزارش وزیر نفت از اجلاس اخیر اوپک به استحضار اعضای دولت رسید. در ادامه رئیس جمهور ضمن تشکر از تلاش‌های وزارت نفت اظهار داشت که امریکایی‌ها در این مرحله مداخلات بسیاری کردند در تصمیم‌گیری اوپک و تلاش کردند که تصمیم‌گیری اوپک رو تحت تاثیر قرار بدن و تعادل عرضه نفت رو که اوپک در صدد ایجاد این تعادل بود به هم بزنند. خوشبختانه با مقاومت کشورهای عضو اوپک و تلاش‌های جمهوری اسلامی و وزیر نفت این سیاست خونسا شد و بار دیگر شکستی برای سیاست‌های مداخله‌گرانه امریکا در امور منطقه و امور کشورهایی که در امر صادرات نفت فعال هستند رقم خورد. بحث دیگری که مطرح شد بررسی و تصویب لایحه موافقتنامه موقت تشکیل بازار تجاری و منطقه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه است که نمونه کوچکی از اتحادیه اقتصادی اروپا است و با عضویت کشورهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان تشکیل شده. این کشورها با حذف تعرفه و گمرک تسهیل کردن جریان تجارت رو بین خودشون و تسهیل کردن همکاری‌های اقتصادی رو بین خودشون و بانکی رو تأسیس کردن تحت عنوان بانک اوراسیا، بانک توسعه اوراسیا که تأمین مالی پروژه‌های مشترک رو به عهده می‌گیره. هیئت وزیران با تصویب این لایحه از مجلس اجازه می‌گیره که با این اتحادیه وارد همکاری‌های اقتصادی بشه. تأثیر این پیوستن و این همکاری مشترک و ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و کشورهای اوراسیا موجب تقویت تولید در کشور، چون بازار بزرگی برای محصولات ایران در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، تقویت اشتغال در کشور و امکان مناسبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای دیگر فراهم میکنه و با توجه به دوره تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه ایران فضای خوبی رو برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی و استفاده از تأمین‌های مالی بانک توسعه آسیا برای همکاری‌های مشترک فراهم می‌کند. دستگاه‌های اجرایی برای اینکه از حقوق دولت دفاع بکنند و برای استیفای حقوق دولت در دعاوی حقوقی نیازمند این هستند که از خدمات وکلا و کارشناسان حقوقی بهره‌مند بشند. این استفاده از خدمات وکلا و کارشناسان حقوقی به خصوص در موضوعاتی که با اهمیت هست یا بهای خواسته شده در دعاوی مالی بالاست اهمیت بیشتری پیدا میکنه و بایستی این امکان وجود داشته باشه که متناسب با ارزش اقتصادی اون دعوا بتونن از وکلای مبرزتر و کارشناسان توانمندتر استفاده بکنن. سازوکارهای موجود این امکان رو به دستگاه اجرایی نمیداد. دولت در این اصلاحیه ساماندهی کرد که دستگاه به چه صورت بتونن متناسب با پرونده های بزرگی که دارند از خدمات وکلا و کارشناسان حقوقی بهره مند بشن. همچنین وزارت جهاد و کشاورزی موظف شد و مأموریت پیدا کرد که برای پیشبینی و تأمین میوه مورد نیاز در نوروز سال جدید تمهیدات لازم رو بیندیشه و سازمان برنامه و بانک مرکزی هم موظف شدند که با وزارت جهاد در انجام این مأموریت همکاری بکنند. بخش دیگری از جلسه امروز هیئت دولت به بررسی طرح‌هایی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مجلس طرح کرده بودند، این طرح‌ها در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن اینکه موضع دولت درباره هر یک از اون طرح‌ها روشن شد، معین شد که کدام یک از دستگاه‌های اجرایی بایستی از موضع دولت در زمان بررسی این طرح‌ها در مجلس دفاع بکنه و توضیح بده سیاست‌های دولت رو در مورد اون طرح‌ها.